کارزار لیلا علیه گرمایش زمین کارزار لیلا علیه گرمایش زمین نویسنده اوبی الاالوش آلوش نگارگر بسمه حسام بر برگردان و فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده سنجر سحیل لیلا به پدر کلان خود بسیار افتخار میکرد زیرا او قادر بود تا موترهای عجیب و غریبی را طراحی کند یک روز لیلا در مراسمی که در آن پدر کلانش جایزه می گرفت نیز شرکت کرد. در راه بازگشت به خانه او از پدر کلانش سوال های زیاده در مورد اختراع عجیب وی پرسید. او پرسید این موتر چرا خیلی متفاوت است؟ باز پرسید آیا پرواز نیز می تواند؟ می تواند سرعت بسار برود؟ پدر کلانش با خنده جواب داد. با این وسیله می پول کمتری مصرف کرد عزیزم این وسیله به جای تیل از آب استفاده می کند موترهای مثلین می در کاهش گرمایش زمین کمک کنند لیلا میپرسد. گرمایش زمین یعنی چه؟ ما چگونه میتوانیم خطراتان را ببینیم؟ پدر کلان می گوید، همه چیز با توسعه سره ساینس آغاز شد بدتر آلودگی ناشی از انقلاب صنعتی باعث شد به زمین آسیب برسد. انقلاب صنعتی باعث شد تا گازهای خطرناکی مثل گاز کاربون دایکساید دا در فضا رها شود و به اثر آن یک سوراخ در آن بالا در آسمان ایجاد شد. ما با آن لایه اوزون می که خیلی فراتر از زمین در جای قرار دارد که با آن اتمسفر میگویند. لیلا در این مورد با دوستان خود و حتی برادرش نیز گپ زد. آنها البته هیچ زحمتی به خود ندادند تا برفای لیلا گوش بدهند. لیلا اندکی مایوس شد اما به فکر کردن در این مورد ادامه داد. لیلا بسیار غمگین بود. او دوباره با پدر کلانش گپ زد. پدر کلانش با او گفت که شکست نخستین گام برای موفقیت است. او می بایست به های خودش باور داشته باشد. او باید رویاهایش را جدی بگیرد. پدر کلان به لیلا گفت که او می یک کارزار را در رسانه های اجتماعی آغاز کند پدر کلانش گفت که رسانه های اجتماعی بهترین مکان برای باستاب اندشه های نو است او به لیلا گفت در آنجا گرمایش زمین را به همه توضیح بده و بعد از پایان کارزار منتظر نتایج آن باش لیلا ضمن که از پدر کلانش تشکری کرد گفت من باید همین آلا شروع کنم این بهترین مشوره است دیگر نمیتوانم منتظر بمانم لیلا همان کاری را کرد که پدر کلانش برایش مشوره داده بود او زحمت زیادی کشید و بهترین تلاش خودش را انجام داد البته او نمی دانست که چی بگوید با این وجود کارش را شروع کرد لیلا فکر کرد و فکر کرد و بالاخره برنامه طرح کرد و پس از همه خواست تا در حد توان او را در تطبیق آن کمک کنند برخی از آنها شروع به غرص نحال کردند تا از طریق آن کاربون سایت نابود شده و هوا صاف شود. برخی دیگر انرژی کمتری مصرف کردند. لیلا از آنم حمایتی که از جانب دوستان خانوادهش دریافت کرد متعجب شده بود. برخی به جای استفاده از موتر شروع به قدم زدن کردند و یا از بایسکل استفاده می کردند. برخی دیگر از موترهای خود کمتر استفاده می کردند. بعد از یک هفته کار سخت و پس از تلاشهای زیاد مکتب لیلا تایی یک برنامه غافل گیر کننده از ابتکارات لیلا تجلیل به عمل آورد. لیلا یک سخنرانی انجام داد و در آن از همه تشکری کرده گفت همه این اتفاقات بدون حمایت و کمک دوستانم ممکن نبود. سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی و منابع آموزشی باز و کتاب قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید.